اسفند ماه آتش و نور است. سودای سرفرازی ایرانم از ابتدای رویت تاریخ بر شانه های زخمی البرز تا لحظه سرودن نوروز در پیش چشم هایم جاری است. اسفند ماه بیداری است، وقتی که دسته دسته قزاقان بر پشت اسب های کهر از دروازه های تهران تا توپخانه یکسره رفتند. اسفند ماه هوشیاری است، ماه حلول عشق به رگهای آفتاب، پرواز شاپرک ها بر بیکران آب. علیرضا نوری‌زاده، پنج شنبه 15 اسفند ماه، ششم ماه مارس، به شما سلام میکنم. 14 روز دیگه نوروز بر فراز شب قربت از راه میرسد. 33 سال 32 سال نوروز آدم دور از خانه پدری باشه، تمام جان و جهانش، دلش، هستیش، همه چی اونجا باشه. برخیز بامداد نوروز بر دستهای مادر بوسه بزنه، اگر پدرش بود دست او رو ببوسه، پیشانی خواهر و برادر رو، عزیزانش رو، آنها را که دوست داره و میدونه یک رنگیه، میدونه خونه، تظاهر نیست، فریبکاری نیست، عشقی که در سرتاپا وجود داره. همون لحظه ها رو خب خیلی دلمون تنگ شده براش. دوست من همکارم رامین میگفت آقا من 14 ساله ندیدمشون، دلم براشون لکسه. یه چیز جالب میدیدم، یکی از همین اوسا کریمای اینا، از این پزشکان ماهر، یا یکم تو مصر پیدا شد یه جنرال که گفت بیماری ایدز و هیپاتایتیس رو همه رو خوب کرده و قراره در جوان بیاد معجزه‌ش رو نشون بده. تو جمهوری ولایت فقیه هم فراوونه. یکیشون اومده بود توی برنامه تلویزیونی، میدیدم که نشسته بود در مضرات جراحی پلاستیک میگفت. حالا چرا اینو میگفت براتون میگم، چون خودش شریک بود با یه گروه دیگه، داشت یه نوع دیگر رو تجویز میکرد که آقا بله نرید این صورت رو به دست جراح بدید، الان ما وسیله‌ای داریم که با یه سوزن قشنگ چین و چروکا میره راحت میشی. فکر میکرد که با همه مردم هم نمیدونه، الان البته متاسفانه بعضی از هموطنان ما این کارو میکنن. این بلایی که در غرب به جان آقایون و خانم‌ها افتاده در سرزمین ما هم مرسوم شده. بوتاکس، برو آقا وسط پیشونید یه بوتاکس بزن تمام چروکا میره. اینجا رو چیکار میکنی؟ تو تمام این چروکا رو بکش بشون مثل ژاپونیا. انقدر میکشن بعضیا، بعضی وقتا میبینم دیگه کیم نووا که تو مراسم اسکار دیدیمش، تفلک انقدر کشیده بود که آدم دیگه نمیدونست چجوری نگاش کنه. یک خواننده ایرانی هم داریم که انقدر کشیده که دفرمه شده، اصلا آدم نمیدونه. این همون دختره که زیبای نازنین روزهای کهن‌تره یا نه. به هر روی وقتی آدم میبینه تحفه آرادان هم بوتاکس میزنه، وقتی که گرفتاریش دو چندان میشه. ملاحظه بفرمایید چهره ایشون، حالا چهره بعد از عمل، 4-5 تا سوزنه رو زدن. آقای رحیم مشایی برداشته برده گفته محمود جان بری محمودی من یه دفعه تو رو زیبات میکنم، یک برد پیتی ازت بسازم که هست کنی. البته خیلی زیباش بکنه شاید شونپن بشه، ولی برد پیت نه. در هر حال گفت اینم داستان بوتاکس زدن ملت ما. در فرنگ هم بعضی ها گرفتارش میشن. یه خانومی آنقدر بوتاکس زده بود و عمل کرده بود که بیچاره دچار بیماری های وحشتناک و درد های کلان بود، به طوری که نمونه رو گرفتم به عنوان خوچه آزمایشگاه. 39 بار جراحی پلاستیک کرده بود، دیگه جایی در بدنش نبود که دیگه آدم بگه این دست تیغ جراح و این سوزن رو بهش نخورد.
و عاقبت هم با وضع بسیار بدی درگذشت. در 24 ساعت گذشته اتفاقای بسیار مهمی در منطقه خلیج فارس رخ داد. سپهبد راهی خلفان رو میشناسید، رئیس پلیس دبی که حالا شده معاون پلیس دبی ولی مسئولیت امنیتی بزرگتری داره. این از سالها پیش، اون وقتی که مسئله اخوان المسلمین اینقدر حاد نبود، با اخوان المسلمین درگیر بود، علیهشون به شدت شجاعانه میستاد، میگفت اینا خطرناکن، اینا مارهای قاشیان که به جامعه ما میزنن و سم میپاشن، و جلوشون ایستاد. چند تاشون هم گفتن، از جمله یه قطری و دو تا اماراتی چند روز قبل محکوم شدن به علت اینکه اینا پول میدادن به اخوان المسلمین، یه درم که قبلا گرفته بود. حالا آقای زاهی خلفان اومده میگه آقا مسئله اخوان یه طرف، این گروهی که تو بحرین به اسم معارضه هستن، اینا نوکرای امنیت خانه ولی فقیهن و اینا خطرناکترن، اینا مصیبتن و اینا اگر تو منطقه ما دست و بالشون باز بشه نابود میکنه، و راست میگه. قرص و محکم ایستاده جلوشون. اما در کنار این فضا، کشورهای شورای همکاری های خلیج فارس، مجلس التعاون، اینا عربستان سعودی، کویت، بحرین، قطر، امارات و سلطان نشین عمان، یعنی شش کشور که اصولاً تشکیل این شورای همکاری ها بعد از انقلاب جمهوری اسلامی بود، زمانی که ایران دیگر آرامش دهنده به خاطر اهالی خلیج فارس نبود، آسوده نمیخوابیدند، چون نیروی دریایی قدرتمند ایران از فاو رو در نظر بگیرید تا اقیانوس هند رو زیر نگین داشت. اون زمان شروع که اینا اومدن اینو درست کردن، قوا در الجزیره، نیروهای مداخله سریع جزیره که در همین بحرین هم رفت، و اتفاقا جمهوری اسلامی دائم میگفت عربستان، عربستان رو پیروز یه اماراتی کشته شد، پس معلوم شد از بقیه هم هست. حالا کاری ندارم، اینا از دیرباز در رابطه با جمهوری اسلامی و بعضن عراق اختلاف نظر داشتن، سیاست هایی داشتن، ولی وقتی که سرانشون با هم جمع می شدن به نوعی به یه توافق می رسیدن، چون گزیری ندارن، چون تمام این کشورها در شبه جزیره عربستان قرار دارن و هنوز هم اختلاف های مرزی دارن. امارات با سعودی داره، قطر همینجور، قطر و بحرین البته با هم حل کردن، دو تا جزیره بود، یک شو قطر برداشت، یک شو بحرین به حل شد. اما بحرینی ها دیربازی از قطر شکایت داشتن که آقا اینا، قطری ها میرفتن پول میدادن به اپوزیسیون بحرین، به مخالف های پادشاه، به خصوص شیعیانی که وابسته به جمهوری ولایت فقیه هستن. میخوام تعارض رو بهتون بگم، قطر بزرگترین پایگاه آمریکا در منطقه است، 400-500 تا هواپیمای آمریکایی اونجاست، نیروهای مداخله سریع آمریکا اونجاست، همیشه یکی دو تا کشتی آمریکایی اونجاست، البته در بحرین هم پایگاه داره. قطر نزدیکترین روابط با اسرائیل داره، یعنی هیچ کشور عربی، حتی مصر و اردن که دارای رابطه دیپلماتیک با اسرائیل هستند، به اندازه قطر در زمینه‌های امنیتی با اسرائیل یکی نیستن. نمونش هم این که امیر قطر پاشو رفت غزه، ابو مازن که رئیس دولت فلسطین نمیتونه به راحتی بره، امیر قطر پاشو رفت غزه که چی بکنه؟ ابراز حمایت از حماس کنه. اینجاست که آدم رو سر چغندر صبر میشه، معما چطور کشوری که با اسرائیل اینجوریه، با امریکا اینجوریه، نوکریست دیگه. این کشور میاد از اخوان المسلمین و سلفی ها و اسلامی ها حمایت میکنه، میره از حوثی های یمن حمایت میکنه در کنار مرزهای سعودی که برن آشوب ایجاد کنن. چطوری میتونه این کشور اینقدری که به قول وزیر کشور مصر گفت کل قطر به اندازه محله بولاغ ما در مصر نیست؟ چی میگن اینا؟ 2 میلیارد گذاشتن تو بانک مرکزی مصر که مرسی کمک کنن. به محضی که جنرال سیسی اومد و این دولت موقت، 2 میلیارد رو پس دادن به قطر، گفتن ما نیاز به پول شما نداریم. به هر روی مداخلات قطر در امور داخلی کشورهایی که ظاهرا با هم در یک کاسه غذا میخورن،
شورای همکاری یا مجلس التعاون اینا با هم دیگه هستن، از نظر اقتصادی مرزهاشون باز شده غیره، قطر میره حوثی ها رو در یمن که جمهوری اسلامی حمایت میکنه پول بهشون میده، به شیعیان سعودی پول میده، شیعیان بحرینی رو، حالا یه خودش حکومت سنی میاد به شیعیان بحرینی پول، فقط برای که بحرین رو اذیت کنه. و در امارات هم عواملش رو دستگیر کردن. در نتیجه بامداد دیروز عربستان سعودی، امارات و بحرین سفرای خود رو از دوحه فراخواندن، گویی که قطر زود هول شد و اومد و گفت نه ما دوستیمون یکی و ما سفرامون رو فرا نمیخوانیم و فلان و اینا، ولی این نشان دهنده اینه که قطر به مرور از مجموعه شورای همکاری ها بیرون رانده خواهد شد و در نتیجه قطر به نظر من در منطقه منزوی خواهد شد. حالا هرچم آمریکایی ها حمایتش کنن، اسرائیلی ها قربون صدقه امیر تازه شیخ تمیم بشن، ولی در کل قطر بازنده خواهد بود. کشوری که 300,000 جمعیت داره چجوری میتونه بیاد اخوان المسلمین مصر رو حمایت کنه، حماس رو، تروریستای سلفی جبهه نصرت و غیره رو در سوریه حمایت کنه، نه ارتش آزاد رو. سعودی و ارتش آزاد رو حمایت میکنن، قطر از جبهه نصرت و حرکت شام اینا رو قطر داره پول بهشون میده. در مصر مچشون رو گرفتن، کسانی که به عنوان خبرنگار اونجا بودن در واقع پیام‌آور آشوب بودن، در خود میدان تحریر اون بالای ساختمون رو اجاره کردن با پول کلان، دوربین اونجا تحریک میکردن، بعد شبکه الجزیره مصر درست کردن. خیلی جالبه، مصری ها گفتن بابا ما از اسب افتادیم ولی از اصل نیفتادیم. 50 سال پیش که شما تو بیابون بودین، معلم های مصری اومد به شما درس داد، خواندن و نوشتن یاد گرفتین، از جمله امیر قبلی و امیر فعلی، دست پروردگان خود ما بودن. شما دادگستری نداشتید، قضات و وکلای ما اومدن دادگستری براتون درست کردن. اینا همه جا در کویت همطور، در امارات هم همینجور، معلمای مصری، اساتید مصری، قضات مصری، پزشکان مصری، داروسازان مصری، همه هم مصرن و به مصری ها برخورد. حالا سفرا رو که فراخواندن گوش قطر رو پیچوندن و اگه شیخ تمیم بخواد پدره از پشت پرده بشیده او رو اداره بکنه و در این مسیر بره، مطمئن باشین قطر آسیب بسیار. این آقای شیخ قرضاوی یه مردکی که برای خودش مقام رهبری جهان اسلام رو قائل شده، این همون شراکت فتلی شاه با ملا نراقی، این هم همینطوری حالت شراکت پیدا کردن. آقای شیخ میره شانه های امیر رو میبوسه، روز سوگند خوردنش برای مسئولیت پذیرفتن آقای شیخ قرضاوی مصری اونجا بود. این آشیخ یک خانم مغربی رو، یه دختر جوانی رو گرفته بود که دختره بعد از 2-3 ماه فریاد کنان از قطر رفت و گفت این مردک اصلا یه جوریش میشه و گذاشت رفت. و حالا این آدم نشسته یک تشکیلاتی درست کرده، پسرش اداره میکنه در اتریش، در لندن، در جاهای دیگه هم شعبه داره ولی شعبه اصلیش در دوحاست و این تحریک میکنه، آموزش میده که چگونه شما بتونید شورش های خیابانی را بندازید. یعنی اون سیاستی که شاید آمریکا در بهار عربی یا در خاورمیانه نوین اجراش بر عهده قطر گذاشته شد. و خودم میفهمه که چرا یک دست نشانده 100% آمریکا ناگهان را میفته جلو انقلاب را بندازه. اینم به نظر من خیلی جالب، سفرا رو فرا خواندن. در اسرائیل هم که میدونید یک کشتی پیدا کردن، سلاح‌های ساخت ایران و سوریه توش بود که برای حماس میفرستن. من نمیدونم این آقایون سپاه که نشستن و میگن ما مگس رو آسمون میزنیم، پهبادهای ما، مهاجر ما، ابابیل ما میره رو اسرائیل میچرخه، اینا نمیدونستن نمیشه کشتی رو اینجوری قاچاق فرستاد به غزه؟ فکر میکردن که اسرائیل میگیرته؟ گرفتن. آبرو ریزی در اینه که قسم حضرت عباس رو دارن میخورن برای آمریکا که ما درست شدیم و آدم شدیم و این کار رو نمی کنیم. موشکشون رو پیدا کردن که داشت میرفت به غزه که این موشک بره بزنه
20 تا اسرائیلی رو بکشه و آقای نتانیاهو با استناد به همین جنایت بگه نخیر ما از اراضی اشغال شده بیرون نمیریم، در حالی که نتانیاهو الان اومده میگه اگر جمهوری اسلامی رو این کانتینمنت یعنی بتونید کنترلش بکنی ما حاضریم سرزمین‌های اشغالی رو پس بدیم، حالا با تعدیلاتی و غیره ولی میگه ما پس میدیم. نکته ای رو بهتون بگم، این برای آقای خامنه ای اشکاور، آقای خامنه ای باید بره زار بزنه، حداقل توی 5 سال گذشته 2 میلیارد به حماس پول داد. حالا گوش بدید، دکتر سلمان ایدای احد ابرز دعات غزه یؤكد وجود شیعه و روافض فی القطاع، میگه در دکتر سلمان دایه که یکی از متفکرهای چیز در غزه شیعه رو رافضی میخونه خارج از دین، میگه مصاحرت هم ازدواج با اونا و نماز پشت سر اونا حرام است. آقای خامنه‌ای ولی امر مسلمانان چهارراه آذربایجان ملاحظه بفرمایید، پولای بی زبون ملت ایران رو بدید مردم برن کلیه بفروشن و در غزه شیعه ها رو باشون اینجور رفتار کنن. میگوید که آقای اشرف الهور نویسنده قدس العربی از فلسطین از غزه نوشته، میگه که به شدت اونجا حمله کردن، این آقا یکی از متفکرها و منور نظریه پردازهای حماسه، میگه در اونجا رفتن و حمله شدیدی کردن به متشیعین و روافض شیعه شدگان، کسایی که صد خانوار هستن. بعد چرا این کار کردن؟ چون یک جوانی که در یک سازمان خیریه کار میکرده جمعیت ابن باز، ابن باز نام مفتی سابق سعودی است، مفتی در گذشته، این بچه جزو اون بوده، او رو میدوزدن همین شیعیان، میبرن به شدت میزننش برای اینکه آدم فعال بوده علیه شیعیان، و به خاطر همین ازدواج با شیعیان در جلساتشون نشستن، نماز خوندن در پشت سر اونها رو علمای غزه حرام تلقی کردن. موضوع وجود جماعات شیعه تندرو در قطاع غزه، در منطقه غزه، بعد از دزدیدن مجدی المغربی همین جوان مورد توجه مردم قرار گرفته و روش تکیه میکنن. شنبه گذشته این حمله به این جوان انجام گرفت در قطاع غزه و الان هم بسیاری از گروه های سلفی، خود حماسی ها که اینا به شدت از عمل کرده مجموعه شیعه وابسته به ایران در اونجا که بیشترم وابستگان به جهاد اسلامی هستند، رمضان شله جهاد اسلامی رئیسشونه که ایران رفته بود و از مقام معظم ولی فقیه نایب امام زمان 50 میلیون دلار دریافت کرد، و آقای بروجردی هم که تشریف برده بودن به سوریه و لبنان، در لبنان با احمد جبریل، در سوریه با احمد جبریل و در لبنان هم با یه مش از این ابوهای ریشو فلسطینی ملاقات کردن و مقداری هم گفتن پول نقدیشون، گفته میشد 250 میلیون دلار ایشون پول نقد بردن که 200 میلیون دلار در اختیار حزب الله قرار داده شده و 50 میلیون دلار برای گروه های دیگری که وابسته به اینا هستن، مثلا یه آخوند سنی رو ماهر حمود و اینا رو اومدن خریدنش با یه گروهی به نام جماعت اسلامی و اینا پشت سر ولی فقیه نماز میخونن، این بعضی از این نمایندگان سنی پارلمان عراق هستن که سرشون رو انداختن پایین رفتن ایران، یه چمدون پول گرفتن دست آقای خامنه‌ای رو بوسیدن و برگشتن. نوکر، فقط شما با پول میتونی نوکر بخری دیگه، بعد طرف دیگه پول بیشتر داد نوکر میره سراغ اون. الان قطر حوثی‌ها رو گرفته زیر بالش، یعنی در واقع زیر بال آمریکا گرفته، قطر واسطه اون هست. حضورتون عرض کنم که این همین آقای زاهی خلفان که اشاره بهش کردم، معاون پلیس دبی، گفته بود کسانی که در منامه سرباز ما رو کشتن و حمله کردن، جایی رو منفجر کردن، در لبنان توسط حزب الله و سپاه پاسداران آموزش دید. باز یه خبر دیگه که تو اخبار بهش اشاره شد، منم سریع ازش گذشتم، این بود
اهل سنت در ایران نزدیک 14 میلیون نفر. بیشتر مرزهای ما غیر از خوزستان اهل سنت در اونجا. بعضی ها میگن در خوزستان هم کانورشن خیلی صورت میگیره که از شیعه سنی میشن، ولی اینا هیچ کدوم باورمند نیستن. اینا بیشتر به خاطر غضب و خشمشون از رژیمه. ولی خب میدونید در خوزستان عرب های ایران 99%شون شیعه هن و اینا قبایلی هستن که اصلا مقتل حسین رو آدم بره باید بره اونجا ببینه که اینا با چه سوزی و واقعا رو در متاثر میکنه، نوعی که شعرهایی که میخونن، مدلی که اونجا عزاداری میکنن. ولی در بقیه مرزهای ایران نگاه بکنین، دو منطقه فقط آذربایجانه و در آذربایجان هم اون بخشایش که کرد نشینه سنی هم کردستانه. در شمال ایران یه منطقه تالش که هم مرز آذربایجان میشه و منطقه لاهیج، از این ور ترکمن ها مو هستن، سنی های خراسان، کرد های مقیم خراسان و همینطور میان بلوچستان، همه سنی هم. یک رژیم عاقل، یه رژیمی که یه ذره شعور داشت، ولی متاسف با شعورش و مهدوی کنی میشه، حالا سراغش میرم، یک ذره رژیم شعور داشت، گفت خیلی خوب در اینجا اکثریت شیعن، تو قانون اساسی اونم گوشیم رئیس جمهور شیعه باشه، معاون اول سنی باشه، این همه ما سنی قابل داریم، چرا اینا نباشن؟ معاون اول رئیس جمهور یک سنی باشه که نشون بدی بگه آقا ببین من تبعیض مذهبی نمیذارم، من سیدعلی آقا که میگم ولی امر مسلمانان جهانم، نگاه کن معاون رئیس جمهورم سنیه، وزیر کشورم سنیه، وزیر ارشادم سنیه، نگاه کنید آقا من یک بانوی سنی رو آوردم و این بانوی سنی شده وزیر مثلا تعاون. اگر اینا شعور داشتن که خوشبختانه شعور ندارن، به همین دلیل هم اینایی که شعور ندارن عاقبتشون میشه صدام، قذافی، بشار اسد، عاقبتشون همون خواهد شد. به هر روی 14 میلیون یا بیشتر، کمتر نه بیشتر، ما اهل سنت داریم. به هیچ کدوم از علمای اینا که اجازه بر شدن نمیدن، مولا ربیعی رو کشتن، این آقای ملازاده که برنامه تلویزیونی داره صحبت و برادر او رو کشتن و علمای دیگری بسیار، بارکزهی ها، بارانزهی ها، اینا خیلی هاشون رو کشتن. حالا شما فکر کنید وسط اینا یه آدم پیدا شده به نام مولوی عبدالحمید، بران که به اهل سنت آسیب نرسه اعتدار رو پیشه کرده، خشونت رو نفی میکنه، در خطبه نماز جمعش در زاهدان دائم تکیه روی آشتی و دوستی و اینا داره. خب یه همچین آدمی که اگر دیروزم گفتم اگر در یه مراسمی بره، در یک نشستی بره، حرفی نخواهد زد که به ایران لطمه بخوره. خب این آدمو اجازه نمیدن در کنفرانس رابطه عالم اسلامی در مکه شرکت بکنه. چرا؟ چون اهل ولایت فقیه میدونن ناحقن، میدونن بدعت نامبارک و غیر مشروع ولایت فقیه در هیچ جا پذیرفته نیست. اگر مولوی عبدالحمیدم آرام هست ولی پذیراش نیست و طبیعتا به عنوان یه عالم اگر اونجا ازش سوال بشه مولوی عبدالحمید آیا شما ولایت فقیه رو باور دارید، او جواب خواهد داد نه باور ندارم، ولی چون جزء قانون اساسی کشوره و من قانون اساسی رو قبول دارم به خاطر بعضی از بندهای مترقیش، پذیرفتم. جلوی او رو میگیرن و بی آبرویی رو در جهان اسلام برای خود میخرن. درنگ کوتاهی میکنیم و باز میگردیم و در خدمتتون خواهم بود.
یکی موند و یکی مون رفت، جهان ما دو قسمت شد، یکی تنها توی خاکش، یکی راهی قربت شد، یکی مون از قفس پر زد، یکی خواست و نمیتونست، نگاهش رو به دریا بود ولی راه رو نمیدونست. دوتا آینده مبهم، یه تابستون بی خورشید، همون فصلی که رویامون به سرکش فرو پاشید، میونه زمزمه هامون یه آهنگ یادگاری بود، یکی مون از خدا دور شد، یکی هنوز نماز میخون. تو عکسای دیروزه، من و شعرای نوستالژی جا موندی، به زیر خاک و خاکستر به دنیا اومدیم، اما ما این دنیا رو نشناختیم، چه میموندیم چه میرفتیم، به هم بازی رو میباختیم. خودش رو جا گذاشته، که یه حسی تو قلبش میگه برگرد. یکی از ما هنوزم رو به دریان، توی دنیای دیروزش اسیره، یه خواهش از خدا داره که شاید جوونشو بتونه پس با درود دوباره خدمت همه شما عزیزانم و درود بسیار به گوگوش و ابی عزیز. نوستالژیا قشنگ بود، کلام از رها اعتمادی و آهنگشم که بابک سعیدی تنظیم کرده بود. این دوتا عزیز رو کنار هم دیدن برای من حداقل یه زندگیه. یه روز از ستار میگفتم که هر سو نگاه میکنم آنجا حضور داره. ابی و گوگوش هم هم توب. ابی هم از من یه شعر خون پاییز در روز اول کار رادیو تلویزیون دو که پاییز بود و اونجا پخش شد. شب رفتیم توی استودیو، ناصر چشم‌آذر آهنگو ساخته بود و ابی یک سر خوند. دوست نازنین منه و دوست قدیمی ابی حامدی.
و گوگوش عزیزم که از همکلاسی مدرسه پیشرو بودیم با هم تا امروز. به هر حال کار قشنگی کرده بود. روزنامه نگار، چهره تلویزیونی، اهل میدیا، چیزی جز قلم و زبان و شرافتش نداره. وقتی که این شرافت رو در معرض بیع و شرا میگذارد وحشتناک میشه، میشه حسین بازجو و خیلی های دیگه از مقام بازجویی روزنامه نگار شدن. لبو فروشی کار بدی نیست، ولی روزنامه نگار نیست، ولی تو جمهوری ولایت فقیه هست. و این شرح و احوالیست که خودشون میگن. یک بانوی بود در روزنامه جمهوری اسلامی، وقتی آمد به استرالیا داستانهایی تعریف میکرد از آنچه در این روزنامه میگذره و مسیح مهاجری چه میکنه، و خودم میفهمید روزنامه نگاری در عهد جمهوری ولایت فقیه به کجا رسیده، تا چه حد سقوط کرده. ولی آدمای با شرف پیدا میشن، جان مایه میگذارن، میان جلو و کوتاه نمیان. دیروز، پریروز در واقع، بله، همه ای ما شاهد یه اتفاق بزرگ بودیم. ایمی مارتین یکی از محبوب ترین گوینده های تلویزیونی در امریکاست، اما امریکایی نیست، روسه. در تلویزیون 24 ساعت روسیه امروز به زبان انگلیسی برنامه داره، عربی داره، روسی داره، او در بخش انگلیسیش هست. و این تلویزیون بعد از بی بی سی محبوب ترین شبکه انگلیسی زبان خارج آمریکاست که از بیرون برنامه‌شو میاد، یعنی در واقع دومین تلویزیون از نظر تعداد بیننده. برنامه‌ای هم که ایمی داره Breaking the Set، شکستن چارچوب‌ها، و به خیلی برنامه پربیننده است که درباره مسائل سیاسی روز او مصاحبه میکنه. دو دفعه من با من گفتگو کرده در رابطه با ایران، و بسیار هم برنامه دیدنی است. شارپ، سریع، درست مثل همین گوینده های بزرگ غربی که ما میبینیم تو CNN یا فاکس نیوز یا BBC. خیلی مثل جان سیمپسون اداره میکنه، بلد موضوع رو مطالعه میکنه. و حالا تو تلویزیون های این برم بخوام مقایسه کنم، تلویزیون عربی رو باید بگم، واقعا مثلا العربیه برنامه پانوراماش درجه یکه. یعنی وقتی من گاهی اوقات نگاه میکنم میبینم چقدر مسلط بودن بر موضوع و خبر اهمیت داره که انسان نشسته و این کار رو انجام بده. ایشون داشت برنامهش رو اجرا میکرد، پایان برنامه رسیده بود، شامگاه دوشنبه، و داشت میگفت که چه اتفاقایی داره در اوکراین میگذره. یه دفعه گفت ببینید قبل از پایان برنامه حرفی رو با شما باید بزنم، من از کار کشورم در اوکراین این کار رو رد میکنم و خجالت میشم، این کار درست نیست. گفت که کار کردن من در روسیه امروز در تلویزیون معناش این نیست که من نمیتونم از برداشتای خودم، از احساس خودم، از شعور خودم سخن نگم، حرف نزنم و بگذرم به خاطر یه حقوقی که میگیرم و کاری که اینجا میکنم. باید بگویم به شدت مداخله کشورم در اوکراین رو رد میکنم، با آنکه دانش زیادی راجع به اوکراین، فرهنگش و غیره ندارم، ولی این عمل تجاوزه و من این رو رد میکنم. چقدر احساس کردم که آدم در برابر یک روزنامه نگار شرافتمند چقدر واقعا کلاش رو برمیداره و سر فرو میآورد. و مقایسه‌اش رو فکر کنم، مثلا آقای بابان در تلویزیون نشسته بود در جمهوری ولایت فقیه، و آقای بابان برمیگشت میگفت من میخوام اینجا بگویم من با سیاست سرکوب رژیم علیه دانشجویان، علیه جنبش زنان، علیه دانشجویان، جوانان، آزادی خواهان به شدت مخالفم. کار کردن من در تلویزیون حاج عزت معناش نیست که از شرافت خودم بگذرم و حق این رو نداشته باشم که احساس و درک خود رو بیان کنم. صبح فردا اعدام میشد و یک پرونده کلوف براش درست میکرد، محسنی اژه‌ای، با اسرائیل و آمریکا و استکبار و با همه اینا در ارتباط بود،
حتما باباها هم یه ارتباطکی داشت دیگه، چون یه عده بدبخت رو تا میگرفتن مرتبط به ما میشدن. اینو میخوام بگم، تفاوت اینه که حتی در روسیه پوتین که سرکوبی هم میکنه، خانومو نمیگیرن برن دارش بزنن، احتمالا اخراجش هم نمیکنن، حداقل برای حفظ ظاهر که شده. خب من زیادتر از این صحبت نکنم، گویا که خیلی حرف داریم. و این فیلمشو نگاه کنید، این خانوم رو قشنگه، فکر کردم الان پخش کردن، پخش نکردن هنوز. That was Jeffrey Summers, associate professor of political economy at the University of Wisconsin. Before we wrap up the show, I wanted to say something from my heart about the ongoing political crisis in Ukraine and Russia's military occupation of Crimea. Just because I work here for RT doesn't mean I don't have editorial independence. And I can't stress enough how strongly I am against any state intervention in a sovereign nation's affairs. What Russia did is wrong. I admittedly don't know as much as I should about Ukraine's history or the cultural dynamics of the region, but what I do know is that military intervention is never the answer. And I will not sit here and apologize or defend military aggression. Furthermore, the coverage I've seen of Ukraine has been truly disappointing from all sides of the media spectrum and rife with disinformation. Above all, my heart goes out to the Ukrainian people, who are now wedged as pawns in the middle of a global power chess game. They're the real losers here. All we can do now is hope for a peaceful outcome for a terrible situation and prevent another full-blown Cold War between multiple superpowers. Until then, I'll keep telling the truth as I see it. Have a good night, everyone. I'll see you back here to break the set tomorrow. اشغال یک کشور با هیچ منطقی قابل قبول نیست و ورود نیروهای روسیه به شبه جزیره کریمه از نظر من محکومه. خیلی زیبا بود. سلام محمد رضا شاهید عزیزم. سلام آقای نوروزاده. در این حال و هوا اجازه بدید من هم از یک روزنامه نگار فرانسوی خیلی سریع و کوتاه مسئله رو بگویم. فرانس اولیویه ژیزبر، سردبیر نوول ابسرواتور، سردبیر فیگارو و حالا سردبیر مجله لوپوان، برای هر رئیس جمهور شاغل هر بار درد سرساز بود. دیروز دیدمش، دعوت من رو پذیرفته، به زودی مهمان زیر آسمان پاریس خواهد بود. به او گفتم که به من گفتن که روزنامه‌نگار خوب روزنامه‌نگاری است که کمی هم دیوانه باشه، یعنی موقعیت و مقامش رو فراموش کنه و شرافت کاریش رو در حد اکثر به کار بگیره. کاری که این خانم کرد، کاری که خیلی از روزنامه‌نگارا حتی همونطور که میدونید در ایران خودمون کردن و میکنن. بله بسیار، در ایران منتها هزینه های بسیار سنگینی پرداختن و مواردی رو داشتیم که روزنامه‌نگار جانش رو داد. بله. حالا اگه جانش رو، سالهایی از جان و جهانش در زندان های سرکوبگر حاکم از بین رفته. خب من بیشتر خواهش کردم که تو برنامه امشب باشی روی دو موضوع اساسی بود. یکی مسئله ورود جان کری و وزیر خارجه روسیه لاوروف و اینا در اومدن برای اون کنفرانس دوستان لبنان و حامیان لبنان، ولی به نظرم فرصتی است برای اینکه اینا در رابطه با هم مسئله اوکراین صحبت کنن، هم مسئله سوریه. چه اخباری در این زمینه است تا بعد به لبنان برسیم؟ بله، همطور که میدونید این نشست لبنان از قبل برنامه ریزی شده بود، اما تیزهوشی آقای لوران فابیوس روی توییتر خودش نوشت حالا که این وزرا میان به اینجا، بد نیست که ما اول گفتگو رو امتحان کنیم. و در واقع امروز که بعد از هفته ها بارانی و آسمان ابری، آسمان صاف و آفتابی داشتیم، دو وزیر خارجه امریکا و روسیه رو به صحنی برد که من اونجا رو دیدم، اتفاقا بسیار زیباست و شما میتونید فراموش کنید که در چند متری خیابان شانزلیزه هستید، چمن بسیار سبز و زیر اون آفتاب. البته سال یک بارم مردم حق دارن اونجا رو به طور آزاد بازدید کنن، تمام ساختمان‌های دولتی رو. بعد اونجا نشستند آقای کری و آقای لاوروف، قهوه نوشیدن و این قهوه نوشیدن هم سمبولش در این بود که به غیر از نوشیدن قهوه هیچ خبری دیگری از مذاکرات این دو نمیدانیم، مگر بیانیه‌های بسیار کوتاه و چند خطی. از جمله البته آقای لاوروف قبلا هم گفته بود که ما اجازه نخواهیم داد در اوکراین حمام خون را بیفته. البته موضوعاتی که قبل و در همین ساعت کنونی شب منتشر می شود قابل بحث تحلیل. اکسپرس رو اول از همه خدمتون بگم، پرسیده به نظر شما کدوم دولت بیشتر و جدیتر در برابر دولت آقای پوتین ایستاده؟ پاسخ خانم مرکل، کسی که در آلمان شرقی زندگی کرده بود،
و سایه های گذشته رو هنوز به دوش و پشت خودش احساس میکنه. میدونید که اولین ساعت بعد از ظهر درست موقعی که تو همین پاریس داشتن گفتگو میکردن، اونجا در اوکراین فرستاده سازمان ملل اول گفتن گروگان گرفتن، بعد تکذیب کردن. نکات این نشست رو میتونم در مورد وضعیت مالی بگم، برای اینکه جالبه که هم روسیه میدونه از یه جایی بیشتر نمیتونه تهدید کنه، هم غرب میدونه عملی نیست. روسیه 60% گازش رو از اوکراین باید صادر کنه، در نتیجه اگر اوکراین صدی بر این کار بشه، همونطور که دیدیم در بورس روسیه و اصولا بازار جهانی نفت به هم خواهد خورد. از طرف دیگر اوکراین هم نمیتونه خیلی سخت بگیره، چون نفت روسیه، گاز روسیه رو میخره، کافیه روسیه قیمت رو دو برابر کنه. همین دو روز پیش دولت تمام ماشین‌های خودش رو فروخت که از این را البته چه رقمی میتونه باشه که صرفه‌جویی ها در تعداد ماشین باشه. میگوید در دو سال آینده 25 میلیارد دلار پول نیاز داره. نشست امروز وعده 11 میلیارد دلار رو به او دادن که نیمی از ورشکستگی رو مانع بشن. یکی از نگرانی‌های روسیه که در پشت پرده هست، نگرانی پیوستن اوکراین به ناتو هست. یعنی ناتو میتونه بیاد زیر گوش روسیه، چیزی که آقای پوتین به هیچ وجه نه مایل نه حتی میشود گفت اجازه خواهد داد. البته فرمانده ناتو گفته است که این تصمیم گیری به عهده مردم اوکراین است و اونها باید تصمیم بگیرن. در یک جمله، همونطور که انتظار میرفت، مذاکرات با یک روز و دو روز به توافق دلخواه دو طرف نخواهد رسید، اما از اون خطر و بحرانی که ساعت اول حس شد و در گفتار آقای پوتین و آزمایش موشک و چه میدونیم که تمدنی هست که این سوی اروپا و اون سوی اروپا این زبان رو میشناسن. حالا چقدر به همدیگر و به این تمدن وفادارن روزهای آینده خواهیم دید، اما خوشبینی ها همچنان وجود داره. خب در حال یک نکته که من در مورد اوکراین خیلی جالب بود برای همین فیلمایی که نگاه می‌کردم، این اقلیتی که روس تبار هستن و میخوان یه جوری جلوه بدن، بله آقای لاوروف هم میگفت بله دارن روسا رو میکشن به همه دروغ، و تمام فیلم مرسا رو نشون داد، تمامی حرفای که میزن اینا فرام میکنن دروغ بود، و این اقلیت روس تبار آشوب ایجاد میخواستن بکنن در هر منطقه‌ای که شما نگاه میکردید. چه معنی داره برن تو شبه جزیره کریمه تو پایتختش برن پرچم روس رو بذارن سر ساختمان دولتی؟ یعنی این همه برنامه‌ای که کی‌جی‌بی است که خیلی هم روشنه. حالا می‌خوام ببینم آقای شاهید، رسانه‌های فرانسوی این بازی روس‌ها رو چطور باش برخورد می‌کنن؟ تا این حد معتقد به این نیستن. البته اینکه روسیه دخالتی در اوکراین داره، می‌دونید امروز بعد از ظهر حدود ساعت 5 بعد از ظهر سفیر اوکراین در پاریس اعلام کرد آقای لاوروف حتی حاضر نشد وزیر خارجه اوکراین رو ملاقات بکنه، و وزیر خارجه اوکراین هم با قهر فرانسه رو ترک کرد. اینکه روسیه منافع خودش رو، کاری که یک بار در گرجستان کرد، یکی دو ایالت رو گرفت، بخواد احتمالاً چشم طمعی هم به اوکراین داشته باشد، با عنوان منافع و نگاه روسی میشود باور کرد. اما اینکه بتواند افکار عمومی بین المللی و حتی افکار عمومی اوکراین رو برش دست بگذاره و انتخاب بکنه و موفق بشه، خیلی جای امیدواری نیست. یه نکته جالبی که من دیروز تو برنامه اشاره کردم این بود که روسا یه سری از این کارشناساشون رو رها کرده بودن تو این شبکه‌های بین‌المللی تلویزیونی. من اتفاقا تو العربی با یکیشون بودم دیدم، و اینا میشستن با حقوق بازی، ولی با زبان، با اون زبانی که صحبت میکردن، انگلیسی بود، فرانسه بود یا عربی بود، بسیار اغلب هم دیپلمات‌های قدیمی روسا بودن، و اینا با چه عکس مار کشیدنی نشون میدن روسای مظلوم هیبونکی‌ها در اوکراین دارن حقشون رو میگیرن و به شهروندانشون تجاوز میکنن. یکیشون هم در شرق امریکا یک تلویزیون فارسی زبان داره. بله جالبه. خب شاهد عزیزم، بیایم سر لبنان. لبنان یه شرایط خاصی داره. بعد از 10 ماه با چونه زدن ها، با مذاکرات پشت پرده بین، حالا تفاهمی بین ایران و عربستان سعودی، سرانجام دولت آقای تمام سلام تشکیل شد.
بر قاعده 888. حزب الله و متحدانش اصرار داشتن نخیر ما نقطا باشیم، یا وزیر ملک بهش میگن، همون که کابینه سعد حریری بود و باعث سقوط کابینه شد، چون اون یه نفر میتونه با رفتن اینور کابینه رو از اکثریت بندازه. ولی این دفعه گفتن 888، 8 تا برای 14 مارس، 8 تا برای 8 مارس، یعنی حزب الله دار دست است، و 8 تا برای ریاست جمهوری و نخست وزیر. با سخنانی که آقای میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان ایراد کرد و در اون گفت آقا جان شما بیانیه به عبدال رو دارید، در قصر ریاست جمهوری همه تون اومدید نشستید رو بیطرفی لبنان تاکید کردید، حالا این چیه که حزب الله اصرار داره که این محور ملت ارتش و مقاومت، یعنی مقاومت یعنی حزب الله، این چیه که آقای نبی بری و آقای حسن نصرالله را انداختن؟ میشل اون بعد از اینکه دامادش وزارت خارجه رو گرفت، آقای جبران باسیل، و یه مقدارم هندونه زیر بغلش گذاشتن، از اون برم داره میره سعودی، امیدش اینه که ممکنه به ریاست جمهوری انتخابش کنن، کمی کوتاه اومده. رئیس جمهور گفت آقا جان ما اینجا دیگه این فرمولی که داریم در بعبدا حاضر نیستیم با یه فرمول چوبی عوض کنیم، چیزی که حزب الله میگه. آقای حسن نصرالله حزب هم گفت عجب این رئیس جمهوری به درد نمیخوره، چون فرق طلا و چوب رو نمیدونه، یعنی ما حزب الله طلاییم و او میگه چوب، او میگه ارتش و ملت، نمیگه ارتش و ملت و مقاومت. به هر حال درگیری طوری شده که بیانیه وزارتی رو هنوز نتونستن بدن. آقای میشل سلیمان دلش میخواست قبل از سفرش به پاریس در کنفرانس دوستان لبنان، چون قرار پولای گنده به لبنان داده بشه، کمک بشه، عربستان 3 میلیارد دلار اسلحه خریده که اعتبارش رو، البته پول رو نمیده به لبنانیا، اعتبار نزد فرانسه باز کرده که اسلحه رو بدن که ارتش قوی بشه، دیگه حزب الله بهانه نداشته باشه بگه ما باید باشیم تا از مرزهای لبنان دفاع کنیم. حالا در چنین شرایطی که بیانی هم نیامده، میشل سلیمان اومده به فرانسه. فرانسه هم عربا لبنانی ها میگن ام الهانون، یعنی در واقع مادرخوانده لبنان. خب حرفای هولاند خیلی جالب بود، به نظر من خیلی قاطع گفت ما پشت لبنان ایستادیم، از استقلالش حمایت میکنیم، از حاکمیت ملتش. به نوعی به حزب الله گفت زیاد دورور ندارید، شما آلوده اید تو سوریه. میخوام ببینم اولا چه مطالبی از کنفرانس دارید، چه وعده هایی داده شده، رسانه ها چجوری گزارش کردن، چون مسئله لبنان به نحوی با ما هم مرتبط میشه. بله بله، بیانیه 3 صفحه‌ای منتشر شد، ساعت آخر هنوز به نشریات نکشیده، برای اینکه لوموند بعد از ظهر چاپ شد، فردا حتما راجع به این صحبت خواهد شد. من شاخص ها رو براتون یادداشت کردم. اول از همه همونطور که حدس میزنید از آقای اولان تشکر کردن، برای اینکه در این بوبه در ابتدای اخبار امروز خود شما در برنامه تلویزیون ایران فردا دیدم که اون کشتی حامل اسلحه رو اسرائیلی ها برای غزه گرفتن. دخالت های گوشه و کنار لبنان رو غربی ها میدونن، ولی خب اصراری به گفتن ندارن. اما بیانیه‌ای که در 3 صفحه منتشر شد از این دیدار، جدا از تشکر از آقای هولاند، از اینکه موقعیت لبنان رو جامعه بین المللی درک میکنه و حاضر کمک کنه، امروز بخوام فهرستش رو بگم خیلی طولانی، اتحادیه اروپا، سازمان ملل، وزرای خارجه کشورهای اروپایی، عربستان، اتحادیه عرب، همه امروز در کاخ الیزه دور میزی نشسته بودند که پذیرفته بودند که اگر دورتر از آنها حادثه اتفاق بیفته، گرما و نور اون شعله حادثه به مرزهای خودشون هم خواهد آمد. به همین استدلال است که کمک‌های شایانی رو اعلام کردند. برای مثال اولا از حمایت عربستان قدردانی کردند. ایتالیا مبتکر برگزاری نشست بعدی شد که حاصل اونچه که امروز اراده به انجامش گرفتن ببینن تا چقدر عملی بوده. از حمایت لبنان برای پناهندگان سوریه‌ای قدردانی شد. 1/4 جمعیت لبنان الان پناهندگان سوریه‌ای هستن، هفته 15,000 نفر میان. در برابر این به اصطلاح قراردادهایی که در حال حاضر فقط در حد وعده است، هنوز باید در 6 ماه آینده ببینن چه کار خواهند کرد،
مقامات لبنانی میگویند ما رو از تمام حوادث مرزی، بخشی منظور اسرائیل، بخشی حزب الله، بخشی سوریه است، میگویند که ما رو از این نفوذها در واقع حمایت کنید و امنیت ما رو تضمین کنید. نکته دیگری که در این بیانیه آمده شده است این است که چون انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری در بهار آینده است، تضمینی برای انجام این آزاد انتخابات باشه جدا از نفوذهای پشت پرده، حوادث تروریستی و انفجاری از بس خبر زیاد هست خیلی بهش توجه نمیشه. در دو هفته گذشته 18 سرباز لبنانی کشته شدن، چند شخصیت ترور شدن. در نتیجه نشست امروز به نظر خیلی از کسانی که روزنامه‌نگارای عرب از جمله جوشیر مال شرق الاوسط به من امروز میگفت، در واقع اون چه که گفته شد تمایلی برای علنی شدن نبود، بلکه پیام‌هایی بود به دولتینی که در حاد مسئله لبنان یا شریکن یا مسئولن یا باید شریک بشوند و مسئول. حوادثی که امروز لبنان رو به مخاطره انداخته و نشست امروز هم در واقع برای همین بود، همونطور که خدمتتون گفتم از هفته‌ها قبل پیش بینی شده بود، در واقع پیشبازی است برای مرحله دوم دموکراتیک بودن وضعیت در لبنان که باید انصاف رو رعایت کرد و گفت یکی از کسانی که بیشتر از همه دول اروپایی تلاش کرد آقای برنارد کوشنر بود. در عرض 6 ماه فکر می‌کنم 8 یا 9 بار به لبنان رفت و دولت قبلی رو در واقع به کوشش او شاهدش بودیم و حالا خوشبختانه همون خط و مسیر داره دنبال میشه. اما اینکه تا انتخابات بعدی به کجا خواهد رسید، نشست امروز چندان اطمینانی نداد، اگرچه گفت و تکرار کرد که تلاش خواهد کرد که این وضعیت رو حفظ کنه. ممنونم محمدرضا شاهید عزیزم، چون وقتمون تموم شده دیگه نمیتونم صحبت کنم. فقط یادتون باشه راجع به اجلاس خبرگان حرفایی دارم که امروز نرسیدیم و حتما در برنامه فردا بهش میپردازم. فقط یه جمله رو بگم که آقای مهدوی کنی فرمودن که بله از ساده زیستی گفتن، یه بله همه آقای رفسنجانی هم نون و پنیر میخورن همونجور که خودشون میگن و دیگران، ولی مردم باور نمیکنن. چرا؟ چون شما دروغ میگید، مردم شما رو دیگه باور نمیکنن. آقای مهدوی کنی یکی از میلیاردرهای نظامی، شبی که آقای خمینی مرد همون روز قبلش ایشون در لندن با عروسشون و پسرشون اینجا بودن و موقعی که رفتن 16 چمدان فقط، چون اتفاقا اون روز ما مسافر داشتیم تو فرودگاه بودیم، دیدیم 16 چمدان آوردن. یه آقای تو ایرانی که میشناسیمش کله تکون میداد و اینا مال آقای مهدوی کنی بود، 16 چمدان. و این آقا راجع به ساده زیستی حرف میزنه که منزل ایشون، قصرشون رو توصیف شما شنیدیم و آقازادهشون و عروسشون و جواهراتی که میخرن و در دبی سفرهایی که میکنن. خدایا این نفاق رو، ریشش رو از کشور ما برکن، همونطور که داریوش بزرگ میگه. محمد رضای عزیزم، آقای شاهید همکار نازنینم، بدرود میگویم با شما. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما عزیزانم را به پروردگار عاشق می سپارم.